دلت جم بگیر از بابت من، نباشد به وفایی عادت من، نباشد به وفایی عادت من. اگرچی بد رقم خارم نمودی، تو میفهمی ز صبر و طاقت من، تو میفهمی ز صبر و طاقت من. بگب گب گب با بالا کشیده غریبی، نگار از خانه ما پا کشیده غریبی، دل مرنج دنیا را کشیده غریبی، خرابی آمد از عرص و خرابی غریبی، خرابم از جواب به جوابی غریبی، ندیدم آسمان آفتابی غریبی. بگو دشمن چی گفتن، با او از من چی گفتن، بگو دشمن چی گفتن، با او از من چی گفتن، ولی هرچی که گفتای گپا گپ مفتن، ولی هرچی که گفتای گپا گپ مفتن. سلام محترمان عزیز، سلام مهاجرین عزیز در هر جای اروپا و در هر جای دنیا که هستید. امروز چهارشنبه 2 نوامبر سال 2016 و برنامه رادیو ندای مهاجر امروز آغاز میکنیم. با بیشتر با موضوعات برنامه امروز مشکلات هموطنان و مهاجرین عزیز ما در چی هستند؟ در یونان است و بعضی معلومات که در طول از یک هفته از طریق همکارای ما که در کمپا کار میکنن ما مشکلات مردم جمع کردیم، بیشتر سوالاتشان که راجع به اینا امروز ما گپ خواد زدیم. موضوعات اصلی امروز اول پروسه پناهندگی در یونان و تغییراتی که در او ایجاد شده در پروسه پناهندگی، مسائل پیوند خانوادگی و بعد از او هم میپیچیم بیشتر روی از این که مردم ما نگرانی زیاد دارن از این که آیا درخواست پناهندگی در اینجا و دادن انگشت در اینجا چه عواقبی را بار میاره زمانی که اونا بخواهن برن در کشورهای دیگه. روی از این مسئله روشنی خواهد انداختیم و بعد از او هم روی مشکلاتی که وجود دارد کمپا و مصاحبه خود داشتیم با خواهرای عزیز ما که بعضی ما صدایشان را ثبت کردیم از بعضی کمپا یک چند روز پیشتر بودی و تا اینکه شما از واقعیتایی که در داخل از کمپا است شما اطلاع بیابین. ما از طریق فیسبوک هم وصل شدیم ولی فیسبوک تا آخر نمیتونیم باز بونیم، فقط همین قدر یک اطلاع رسانی از موضوع برنامه امروز و بعد از اون ما فیسبوک قطع میکنیم و شما میتونین از طریق رادیو برنامه را تعقیب کنین. رویش تعقیب برنامه رادیو ای است که شما ما در فیسبوک هم بالا کرده بودم لینک اینترنتی رادیو را، شما اگر مراجعه کنین در اولین ویدیویی را که به خاطر اطلاع رسانی از برنامه رادیو ما در صفحه فیسبوک ماندیم، شما در اونجا میتونین مستقیما برنامه را گوش کنین و اگر ما وقت داشتیم بعد از او هم ما خود پرداختیم بحث روی تحولات اخیری که راجع به توافقنامه اتحادیه اروپا و افغانستان که یک مسئله بسیار داغ است، یک مسئله که نگرانی های بسیار زیاده به وجود آورده برای هموطنان و پناهجویان عزیز ما در تمام کشورهای اروپا خصوصا در جرمنی، و که ما مصاحبه برنامه قبلی را با آقای جاوید دوستان داشتیم و ایشان در اطلاعاتشان از اتفاقاتی که برای هموطنان ما میفته در کمپ‌های مختلف کاملا آگاهی دارن و همچنان ما
در دو روز قبل در کنفرانس شرکت کرده بودیم در یک شهر دیگه یونان که در اونجا بعضی هموطنان ما از کشورهای دیگه اروپایی در اونجا دعوت شده بود، از جمله آقای طاهر شوران، طاهر شوران رئیس شورای جهانی مردم هزاره، یک دانشمند و استاد دانشگاه در فرانسه در فیزیکی اتمی. ایشان اطلاعات کافی داشت از وضعیت در فرانسه و در جرمنی، خصوصا در جرمنی، و بعضی اطلاعات را از اونجا و اونا اقدامات را شروع کردن و ما کاملا همکاری خود با ایشان اعلان کردیم، گفتیم که چگونه باید عواقبی از این توافقنامه را یا پیامدهای از این توافقنامه را به هر رقمی شده کاهش بدیم برای هموطنان ما. در و این معلوم است که لغو از این توافقنامه کاری آسان نیست و حتی بگوییم که حتی غیر ممکن است. برنامه امروز ما را همون رقم که دیدین، یک مسئله را که من باید بگویم، هم از طریق فیسبوک و هم از طریق رادیو، ای که موسیقی که ما انتخاب میکنیم اکثر اوقات اصلا همخوانی نداره با برنامه ما، و موسیقی هم گاهی از نصف قطع است، گاهی از اول شروع میشه، گاهی از نصف شروع میشه، و علت زیر بر شما ما باید بگویم که ما در برنامه تنها هستم و کسی که موسیقی انتخاب میکنه کسی است که آقای تاسوس، یک همکار یونانی ماست در اینجا، و او متاسفانه زبان ما شما رو نمیفهم. ما یک لیست بسیار کلانی از موسیقی رو برش ماندیم و او کدی امی موسی که داره روی هر موسیقی که پیش آمد خوش آمد من کلیک میکنه و هر موسیقی که آمد. فقط موسیقی اول امروز یک موسیقی غریبی که بود، من خودم شخصا چون موسیقی امی آهنگ بسیار زیاد دوست دارم گفتم اولی باشه، و دومش هم یک موسیقی پشتوره که من بسیار زیاد دوست دارم، مسئله قدیمی که حال فورا بعد از بر شما خواهد ماندیم، و همینطور رقم آهنگای بیشتر و بیشتر گوش میکنیم، گوش فرامیدیم به یک موسیقی یا به یک آهنگ شیرین پشتو، و دوباره برمیگردیم برای موضوعات برنامه. تشکر. Da 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 da
قد جدای هستی جانان استا قد جدای هستی لکه مجنون سر پزن گل جڑا کبما و جانانا سما و تسرا عزیز، خوش آمدیم دوباره به در برنامه ندای مهاجر. ما یونس محمدی یک تن از پناهندگان افغان در یونان. برنامه امروز 2 نوامبر 2016، همون طرح هم که در قسمت اول برنامه بر شما گفتم، روی موضوعات پناهندگی در یونان آغاز میکنم. اول پروسه پناهندگی را بدون مقدمه تراشی بر شما بگویم که یونان چه قوانین مقررات داره و عزیزای ما که در اینجا است باید آگاهی داشته باشن. پروسه پناهندگی فعلا به دو بخش تقسیم میشه در یونان. نظر به مقطع زمانی کسایی که وارد اروپا از مرزهای یونان شده، به او خاطر به دو دسته تقسیم میشه، وگرنه پروسه پناهندگی یکی است. به دو قسمت، یک قسمت اول برای کسایی که قبل از توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه داخل یونان شدن و اونا آمدن در داخل یونان، یعنی در مرکز یونان یا در شهرهای دیگه در کمپا به سر میبرن، اینا کسایی هستن که درخواست پناهندگی از اینا یا رسما ثبت شدن، یعنی باید هر کسی که داخل یونان میشه در قدم اول باید درخواست پناهندگی کنن، یعنی تقاضای پناهندگی کنن. در اینجا اگر این کار را نکنن، اینا فعلا دو خطر عمده اینا را تهدید میکنه. اول خطر عمده ایست که شاید پلیس اینا را بگیرن و در مراکز بازداشتگاه، در بازداشتگاه ها شاید اینا به سر ببرن، که بعد از او امکان داره اینا را دیپورت ترکیه کنن، چون توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه اینمی رو میرسانه. نه تنها نظر به آخرین توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه، بلکه یک توافقنامه دیگه بین یونان و ترکیه وجود داره از سالای
2010 به بعد که ترکیه را مکلف میکنه که کسایی که به صورت غیر قانونی داخل خاک یونان میشن باید اونا رو دوباره بپذیره. پس یونانی حق داره و نظر به این توافقنامه و ترکیه هم قبول میکنه مردم. پس این دو خطر عمده مردم را نظر به دو توافقنامه تهدید میکنه که اینا را اینا دیپورت شون پس داخل ترکیه. ولی فعلا پروسه دیپورت خصوصا افغان و ترکیه نیست، یعنی به اجرا گذاشته نمیشه. مهاجرین دیگه مثل از کشور پاکستان، از کشور بنگلادش، الجزایر و مراکش و این کشورها برگشت داده میشه، حتی مردم سوریه، ولی مردم افغانستان کمتر برگشت داده میشه. ولی خطر دستگیریش از طرف پلیس زیاد است و امکان داره در بازداشتگاه به سر ببره. و در غیر از او اگر درخواست پناهندگی نکنه و دارای مدرک تقاضای پناهندگی نباشن، اینا گشت و گذارش مشکل میشه، خصوصا کسایی که میخواهند یونان ترک بگن به مقصد کشورهای دیگه اروپایی که باید از مرزها بره بیرون شون. در اون صورت در هر مرز یا در هر قسمت یونان که دستگیر شون، به عنوان ازی که مهاجرینی هستن که دارای اسناد نیستن، اینا در بازداشتگاه گرفتار میشن. و اگر این مدرک داشته باشن و این مدرک متقاضی پناهندگی رو نداشته باشن، در صورت اینا آزاد میشن. خب کسایی که قبل از توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه داخل یونان شدن، اینا در این مراکز به سر میبرن، یا ای که اینا تقاضایشون به خاطر پناهندگی رسما ثبت شدن و برای اینا تاریخ مصاحبه داده شدن که در اون تاریخ مصاحبه اینا باید حاضر شون و در این مصاحبه خودن باید اینا دلایلی که چرا درخواست پناهندگی کردن، درخواست پناهندگی کردن در اتحادیه اروپا کلا به مفهوم یزی که اینا مجبور شدن کشور خود ترک بگوین، یعنی ماندنی از اینا در کشورشان باعث خطرات جانی و یا خطراتی که آزادی از اینا را در خطر انداخته، چی آزادی فیزیکی و جسمیشان، چی آزادی بیان و یا مشکلاتی که به یک نحوی اینا را تهدید کنه به مرگ یا تهدید کنه به زندان شدن یا بعضی شکنجه‌های دیگر و اینمی چیزها رو باید ثابت کنه. و یک سوال عمده ای را که در مصاحبه از مردم سوال میشه که حتما باید جواب قانع کننده در مقابل از اینکه کل پناهجویا باید داشته باشه، چی در یونان و چی در کشورهای دیگه، فکر کنم در تمام کشورهای این سوال عمده را سوال میکنن و خصوصا هم اکثر نمیرم در آخر مصاحبه سوال میکنن که آیا اگر ما امروز شما را برگردانیم در کشوری چی اتفاق خواهد افتاد؟ یک سوال است که حتما این سوال میکنن و جواب از این سوال هم باید طوری باشه که شما قانع کنین با جواب خود طرف های مصاحبه کننده را که آره اگر شما را امروز اگر برگردانه یا شما زندانی میشین یا جان شما در خطر است حتما یا شما را میکشن خدای نخواسته یا اعدام میشین خدای نخواسته. باید اجار ثابت کنین، ثابت منظور من اینه که کسی که اگر بخواد تو رو اعدام کنه خو یک تصدیق نامه در دست نمیته که آره ما تو رو اعدام میکنیم. بعضی ها میتو این کارا را هم حتی میکنن و این قابل باور نیست، چون کسی که بخواد تو رو اعدام کنه هیچ وقت تصدیق نمیته، تو خبر نمیکنه. به او خاطر مهم است که دلیل بیارین، دلیل های قانع کننده و اسنادهای دیگه ای که ادعای شما را ثابت کنه به صورت تکمیلی میتونین اونا را بتین که این جواب از سوال بسیار مهم است برای شما. پس در این مصاحبه خود باید حاضر شوین، در این مصاحبه شما شاید این مصاحبه آخری باشه و شاید هم هیئت مصاحبه کننده کافی ندانه یک مصاحبه را به شما، وقت زیاد بگیره و بگویه که ما روزی دیگه هم بر شما وقت بیتن که باید بیاین تا مصاحبه خود را تکمیل کنین. نظر به این که شما چقدر اسناد و مدارک دارین، چقدر گفتنی دارین و به اون خاطر چون هیئت مصاحبه کننده مسئول است و مکلف است که تمام گفته های شما گوش بیتن. خب سوال اینجاست که در این مصاحبه شما چی حق و حقوقی دارین؟ در این مصاحبه
در این مصاحبه اول است که شما میتونین مشاور با خود داشته باشین، میتونین روانشناس با خود داشته باشین، میتونین شما وکیل با خود داشته باشین. این حق با خود دارین که یار با خود ببرین، ولی حق ندارین شما افراد غیر مسئول دیگر بیادر، خواهر و کسی دیگر ما با خود ببرون و مصاحبه با تنهایی انجام میشه، سیریست و کسی دیگر غیر افراد غیر مسئول و غیر زیربط حق ندارن در داخل مصاحبه باشن. روانشناس ما نام بردم و این خیلی مهم است که وطنداران ما باید بفهمن که وجود روانشناس در مصاحبه شما را کمک میکنه، وجود وکیل و حضور وکیل در مصاحبه شما را کمک میکنه. روانشناس زمان کی در کار میشه یا رواندرمان، زمانی که ما میفهمیم کسایی که میایند تقاضای پناهندگی میکنن، معنیش است که اونا به یک نحوی قربانی بعضی خشونت ها، بعضی شکنجه ها اینا هستن، چی در کشور خودشان، چی در مسیر را و چی هم حتی اینجا. به او خاطر این مهم است که هموطنهای ما در صورتی که ای تو تجربه سخت و سنگین داشته باشه، باید با مراکز روان شناسی یا روان درمانی باید اینا مراجعه کنن و یک مشاور با خود داشته باشن که مشاور روحی روانی اینا رو کمک میکنه و توضیح میده اونجا که از یک طرف ایر تایید میکنه که شما قربانی شکنجه و قربانی آزار و اذیت هستین و خشونت هستین، پس ای خودش معلوم میشه که شما مستحق پناهندگی هستین، و از طرف دیگه بودن روانشناس دهی کمک میکنه که هیئت مصاحبه کننده برخوردش با شما باید احتیاط کنه، یعنی مناسب با روح و روان شما باشه که زننده از نظر روحی نباشه با شما و شما رو کمک میکنه در پروسه پناهندگی. وکیل که معلومه کمک میکنه، چون وکیل میفهمه از پروسه پناهندگی و به یک نحوی شما رو جهت میده، مصاحبه شما رو در حال در جریان مصاحبه بسیار مهم است. پس زمانی که مصاحبه تمام شد در یونان قبلن که بود، جواب مصاحبه تقریبا بعد از دو ماه سه ماه میامد و فعلا به خاطر تعداد زیادی متقاضیان پناهندگی این وقت تغییر کرده، شاید 6 ماه 8 ماه وقتی که میرن دوباره به خاطر جواب دوباره کارتشان تمدید میکنن، اما کارت متقاضی پناهندگی را شاید به 1 سال حتی طول بکشه. ولی نظر به کشورهای دیگه اروپایی، زمان انتظار برای جواب مصاحبه تان در یونان خیلی کمتر است فعلا، و این یکی از امتیازات پروسه پناهندگی در یونان می باشه. و این برای کسایی است که یا وقت مصاحبهش مشخص است یا یکی که مصاحبه خودم تیر کرده و منتظر مصاحبه بعدیشان است. خب جواب شما زمانی که آمد دو رقم جواب میه بر شما، یا جواب رد میه یا جواب از این کار شما قبول شدین. قبولی هم دو نو است اینجا، یعنی دو نو استیتوس یا مستحق دو نو متقاضیان پناهندگی، یعنی مستحق دو نو اجازه اقامت یا قبولی در یونان هستند. یکی قبولی سیاسی یا اجازه اقامت کسایی که مستحق حمایت بین المللی هستند یا ریفیوجی استیتوس که ما میگیم، مستحق از اون میشه. اونا کسایی هستند که نظر به کانونسیون 1951 سازمان ملل متحد در قبال پناهجویان، اینا کسایی هستند که یا از نظر سیاسی مذهبی یا از نظر قبیلوی یا از نظر عقایدی شخصی اینا مجبور شدن که کشور خود ترک کنن و اینا نمیتونن برگردن، پس اینا قبولی سیاسی میگیرن که امتیازاتش بیشتر است از هر نوع قبولی دیگه. و قبولی دومیش میشه قبولی فرعی یا قبولی جزئی که به نام اپیکوریکی در یونانی گفته میشه، هر کس حتما که در اینجا شنیده نامشه اپیکوریکی، و یا از نظر انگلیسی سبسیدیری استیتوس،
نه ریفیوجی استیتوس، سبسیدیری استیتوس. سبسیدیری استیتوس یا قبولی فرعی، این قبولی است که نظر به معاهدات اروپایی قبولی داده میشه برای متقاضیان پناهندگی. اینا کسایی است که نظر به شرایط فعلی که در کشورشان وجود داره، اینا جانشان در خطر است که نمیتونن برن و امکان از این است که بعد از چند مدت یا بعد از چند سالی اینا شرایط مساعد شوه و باید میتونن برگردن، در حالی که کسی که ریفیوجی استیتوس یا قبولی سیاسی داشته باشه، اینا تا وقتی که خودشان خواسته باشه و بدون گپ سخن زمانی که اجازه اقامتشان تمام میشه اینا فوری تمدید میشه، کدام مشکل پیش نمیاد. ولی کسایی که اجازه اقامت فرعی میگیرن یا سبسیدیری استیتوس میگیرن، اینا باید زمانی که وقت اجازه اقامتش تمام میشه باید یک ماه پیش، دو ماه پیش اینا درخواست ازیر تمدید ازور بکنن، که در این مدت دوباره یک هیئت بررسی میکنه که آیا نظر به تقاضای اروز شما، آیا شرایط وطن شما یا کشور شما هنوزم نامساعد است برای برگشت شما. در صورتی که اگر مساعد باشه متاسفانه دوباره حتی تمدید نمیکنه و شاید بر شما دوباره جواب رد بده که بگوین باید به کشور برگردی. با او خاطر کسایی که سبسیدیری استیتوس میگیره باید موازی بازی باشن که در زمانی که درخواست تمدید اجازه اقامت خدا نمیتن، کوشش کنن اسناد و مدارک هم کدش تحویل بیتن و بگوین که آره نظر و مصاحبه ای که داده بود هنوزم ترس ازی وجود داره که اونا برگرده به کشور. و فرقی از نظری اسناد چه فرق داره اینا؟ از نظر کارت اقامتی هیچ فرقی ندارن، یک کارت 3 ساله برای در هر دو صورت برای متقاضیان پناهندگی یا برای پناهندگانی که قبول شده داده میشه. فرقش در پاسپورت است، البته رنگی پاسپورت، و یکی که اجازه سفر در کدام کشور میتونی سفر کنی. کسایی که ریفیوجی استیتوس یا قبولی سیاسی دارن، اونا یک پاسپورت آبی برشان داده میشه که میتونن اجازه سفر در کل کشورها دارن، در کل دنیا دارن بجز افغانستان یا از کشوری که آمدن. ولی کسی که قبولی فرعی یا سبسیدیری استیتوس دارن، اینا حتی اجازه برگشت یا اجازه سفر به خود افغانستان هم دارن. پس اینجا یک امتیاز ادانسته میشه، خصوصا برای هموطنان ما. کسایی که نمال اینا سبسیدیری استیتوس دارن، اینا برمیگردن برن سفر میکنن، چکر خود در وطن میزنن و پس میان. و متاسفانه کسایی که رفتن نمیتونن قانونی چی کار میکنن، یعنی ریفیوجی استیتوس دارن، اینا سفر میکنن به کشورهای مجاور مثل پاکستان و ایران و از اونجا کوشش میکنن غیر قانونی، و یا میرن به جرمنی و کشورهای دیگه یک برگه را سفارت میگیرن که تا باید در پاسپورتشان ورودی و خروجی افغانستان نخورن. اگر بخورن معنایش است که ادعای دروغ است، ادعای از اینکه تو نمیتونی افغانستان برگردی. به او خاطر در اینجا مشکل دارن اینا. ای از نوع اجازه اقامت ها و نظر به حق و حقوق شهروندی در داخل یونان هیچ فرق نداره. هر دو طرف اجازه تحصیل دارن، اجازه کار دارن، هر دو طرف دسترسی رایگان به خدمات صحی دارن و هیچ کدام مشکلی هم ندارن از اون نگاه. خب بیاییم پروسه پناهندگی رو برای کسایی توضیح بدیم که اونا بعد از توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه رسیدن و فعلا تعدادشان به 15,000 در کل میرسن که در جزایر یونان اینا بند ماندن. خب اینا طوری است که نظر به توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه، چیزی که روی توافقنامه نوشته است، اینا حتی در مدت کمتر از یک ماه باید اینا جواب خودنا بگیرن، جواب خودنا بگیرن که آیا قبول میشن یا نمیشن. معنایش است که چون اراده و تصمیم از طرف اتحادیه اروپا طوری بود که در ظرف یک ماه باید وضعیت پناهندگی از پناهجویان باید مشخص شود و اینا هر چیز زودتر باید دیپورت ترکیه شوند. ولی نظر به عدم اجرای از توافقنامه به صورت درستی که خود از اینا خواسته بود و از طرف دیگه مکانیزمایی را که خود اتحادیه اروپا تصمیم گرفته بود به خاطر اجرای از توافقنامه هیچ وقت به اجرا گذاشته نشد و خود کشورهای اروپایی خودشان در تعهدات خود نسبت به تطبیق از توافقنامه عمل نکردن، که خوشبختانه عمل نکردن چونی به نفع ما شماست. ای که
فعلا متقاضیان پناهندگی یا تقاضاهای پناهندگی پناهجویان یا وطندارای ما حتی 5 ماه 6 ماه هست که تنوز جواب خود نگرفتن. معنایش است که اینا فوری رد مرز نشدن و برای اینا فرصت داده شد و این بودن از اینا به مدت زیاد از یک طرف معلوم است بی سرنوشتی، بدبختی در شرایط سخت داخل از کمپا بسیار سخت است، تنش ها به وجود میاد، جنگ جنجال، و از طرف دیگه ما باید نفع از این انتظار رو باید تذکر کنم ای که اولی یکی فرصت داده شد بر وطندارای ما که تقاضای پناهندگی خود بکنن و دوباره فکر بیشتر بکنن تا اینکه در مصاحبه خود چه رقمی باید درست کنه. متاسفانه یک مشکل بزرگی وجود داره، این است که این وطندارای ما زمانی که حرکت میکنن از افغانستان، از ایران، از پاکستان یا از ترکیه فقط در فکر ازیست که ما چه رقم داخل مرزهای اروپا شویم و چه رقم در اروپا برسیم، ولی هرگز در فکر ازین است که ما که رفتیم در اونجا رسیدن خو میرسیم به یک رقمی، ولی چی کاری کنیم که ما در این کشورا بتانیم زندگی کنیم، چون رسیدن شاید آسان باشه ولی ای که دوباره اقامت اینجا را گرفتن و اسناد اینجا را گرفتن یا به صورت ساده ترش بگیم قبولی کشورهای اروپایی را گرفتن، این مشکل است که باید روی از این مردم زیاد فکر کنه. تمام زندگی خود مصرف میکنیم، مشکلات را تحمل میکنیم، حتی اکثر خانواده ما بعضی از اعضای خانواده خودن از دست میدن، خطرات را که اینا متحمل میشن در جریان از سفر و در آبهای مدیترانه، اینا فکر کنم مسئله اصلی را باید بیشتر در نظر بگیرن، ای که مصاحبه خودن را باید چه رقمی باید در مصاحبه حاضر شان، دلیلای آمدن و ماندن خود در اروپا چه رقم باید اینا بیان کنن و ثابت کنن علت پناهجویی خودن. به او خاطر این فرصت یک ماه یا چند ماهی که برز نداده شد، فعلا تماسی که ما با عزیزا داریم در کمپا و در هات اسپات که نام شماندن در جزیره، اینا تانستن که معلومات کامل پیدا کنن راجع به پروسه پناهندگی و مصاحبه خود به یک رقمی درست کنن، چون یک چیز واقعیت است که مرزا یا این جزیرهایی که به تعداد 15,000 پناهجو در اینا فعلا گیر ماندن، در حقیقت قوانین اتحادیه اروپا بیشتر روی ازنا تطبیق میشن نه یونان. حتی نیروهای فرونتکس است، نیروهای مشترک اتحادیه اروپایی در اونجا عمل میکنن، حتی قرار بود 400 نفر متخصص در بخش پناهندگی از کشورهای دیگه باید بیاین ادارات پناهندگی یونان در مرزا یا در جزیره باید کمک کنن، و از این 400 نفر متاسفانه فقط 30 نفر شامدن و به مخاطر است که ای به تعویق افتاده پروسه پناهندگی. پس پناهنده ما، پناهجویان عزیز ما آماده مصاحبه تا جایی هستن، ولی اراده طوری است که باید بر ازنا جواب رد داده شود و هر چیز زودتر اینا رد مرز ترکیه شود، یک چیز واقعیت است. ولی کسایی که واقعا مصاحبه خوب داشته باشه و دلیلای موجه و قانع کننده ارائه کنه، اینا قبولی خود میگیرن، و کسایی هم بوده که قبولی خود گرفتن و از این جزیره آمدن داخل یونان. به او خاطر فعلا به خاطر از این به تبعیق افتادن پروسه پناهندگی و به درازا کشیدن از این پروسه، باعث شده که تمام از پناهجویان تقریبا به مدت 7 ماه، نزدیک 6 ماه الی 7 ماه که منتظر هستند اینجا، نزدیک 6-6.5 ماه میشن، به 7 ماه نرسیدن، در جزیره منتظر هستن، منتظر پناهندگی خود هستن، پروسه جواب مصاحبه خود هستن، و یا اینکه بعضی ها حتی هنوز در مصاحبه نرفتن. و اطلاعات آخری که ما از جزیره داریم، عزیزای ما بعضی هاش مصاحبه خود دادن، بعضی هاش در منتظر مصاحبه هستن، و بعضی مشکلات دیگه هم با وجود میه به خاطری که فعلا شروع کردن بیشتر پروندهای هموطنان عزیز ما از افغانستان، یعنی افغان ها را روی دست گرفتن، و پروندهای مردم دیگر از کشور پاکستان، بنگلادش و از کشورهای افریقایی اونا را به تعویق انداختن. پس اینجا یک همیشه متاسفانه یک تبعیض بگویم، یک تفاوت قائل میشه امی
مسئولین پناهندگی و کلن پروساد اروپا تبعیضی یا تفاوت قائل میشه نظر به کشوری که تو آمدی. مثلا اول مردم سوریه است که در اولویت قرار داره، پرونده ایزنا مورد بررسی قرار میگره. بعد از اون از کشورهای مثل افغانستان و ایران و عراق و یمن و این کشور است. ولی کشورهای مثل پاکستان و بنگلادش و مراکش و کشورهای بعض کشورهای افریقایی، اینا در لیست آخر هستن و به او خاطر تنش‌های به وجود میاد بین گروه های مختلف مهاجرین یا پناهجویان در این جزیره. و همینطور هم چند روز پیش ما دیدیم که پاکستانی ها و بنگلادشی ها و بعضی پناهجویان ما از کشورهای افریقایی اینا تظاهرات کردن و تایید تظاهراتشون تظاهرات بسیار خشونت آمیز بودن و مراکزی یا تأسیسات پناهندگی را که از طرف اتحادیه اروپا در اونجا بودن اونا را در دادن و به مخاطر پروسه پناهندگی هنوز هم متوقف افتاد. باید اونا را درست کنن و آماده کنن و بعد از اون دوباره شروع کنن به کار. به خاطر هنوز هم متوقف افتادن پروسه پناهندگی. پس وضعیت مشکل تر است برای هموطنان ما که در جزیره هستند. ولی ناامید نباشن، چون جواب رد داره که در مصاحبه اول خودان میگیرن، معنیش نیست که اینا فوری اینا دستگیر میشن، رد مرز ترکیه میشن. اینا حق استناف رم دارن. حق استناف به معنای از این که اینا به مجردی که جواب رد گرفت باید برای از اینا چند روز وقت داده میشه، فکر کنم یک ماه وقت داده میشه. در طی از یک ماه فورا اینا باید درخواست استناف کنند، بگویند که ما این جواب اداره پناهندگی را، جواب رد را قبول نداریم و ما می خواهیم دوباره اسناد بیاریم و دوباره ثابت کنیم که ما مستحق پناهندگی هستیم. پس هموطنان ما مواظب باشند، زمانی که جواب رد می گیرند باید حتما دوباره درخواست بدن که دفعه بعدی خودانا آماده کنند برای مصاحبه. شاید مصاحبه بگیرن، شاید هم نگیرن، شاید قضاوت هیئت مصاحبه کننده اونمون مصاحبه اولی را مورد بررسی دوباره قرار بتن و دوباره یک جواب برشون بتن و شاید هم اونا را بخواین. ولی اونا حق دارن در 15 روز اولی که استناف کردن هرچی اسناد و مدارک دارن باید تحویل بدن و به او خاطر کوشش کنن هر گونه اسناد و مدارکی که دارن یا میتونن بدست بیارن از افغانستان از هر جای دیگه در این مدت 15 روز باید اینا را آماده کنن و به اداره پناهندگی تحویل بدن تا اینکه به عنوان اسناد تکمیلی زمانی که اونا دوباره بررسی میکنن باید دوباره جواب مثبت بدن. در غیر از اون اگر هیچ تغییراتی نیه دوباره جواب رد میدن برای اینا. یک موسیقی گوش میکنیم و باز بحث ما را ادامه میدیم. آقای تحسوس من نمیفهم کدام موسیقی را انتخاب کرد. این هم یک آهنگ بسیار خوب است و این را گوش میکنیم. طاقت ندارم، علاقه را ندانم، خیال و خاطر راحت ندارم، جدایی ها نماند، قسم بر سرزمین خسته من، علاقه را ندانم، به این ملک و آزادت ندارم، جدایی ها نماند، علاقه را ندانم، جدایی ها نماند، که برگردی بخوانم، اگر کنده شود از ملک مردم آبودانم، بشر خود بسازم از محبت دل مونده دل بر علا گل دانه دانه، با
و نزد یار جاهل مانده دل بر جدایی ها نمانم بروی موج دریا پل بسازم علا گل نکنم که در آن سوی ساحل مانده دل بر جدایی ها نمانم علا گل نکنم جدایی ها نمانم که برگردی بخانم اگر کنده شود از ملک مردم آبودانم بشر خود بسازم از محبت آشیانم صدای بی اثر بودم نبودم علا گل دانه با فکر این سفر بودم نبودم جدایی ها نمانه با حق ما چه کار کرده دنیا علا گل دانه از این کارا خبر بودم نبودم جدایی ها نمانه علا گل دانه جدایی ها نمانه اگر کنده شود از ملک مردم آبودانه بشر خود بسازم از محبت آشیانه اگر کنده شود از ملک مردم آبودانه بشر خود بسازم از محبت آشیانه. سلام دوباره وطنداره عزیز، آهنگ بسیار خوب انتخاب کرده بود آقای تاسوس، آهنگی که ما دوست دارم این آهنگ به ملک خود بسازیم از محبت آشیانه، چه یک اصطلاح خوب. انشالله که نفرت ها و تعصب ها و بیعدالتی ها از وطن ما یک روز تمام شود و واقعا جایش محبت و دوستی بگیره و به امید این زمین دوستی و محبت ما بین تمام هموطنان ما تمام طبقات شروع میکنیم قسمت دوم برنامه را. قسمت دوم برنامه ما پیوند خانوادگی است، چیزی سوالی که همیشه از طرف وطندارای ما در هر جا که هستیم برای ما میاد. پیوند خانوادگی معنیش چیست؟ پیوند خانوادگی بیشتر شما به زبان انگلیسی به نام family reunification و به زبان یونانی حتما شما زیاد میشنوین وکیلا یا کسایی که میایید داخل کمپا میگن که ایکوگنیاکی اپاننوسی یا پیوند خانوادگی، همیشه یکی است. پیوند خانوادگی یکی از ماده های قانون دوبلین است. قانون دوبلین حتما بایش آشناستین که معنایش ایست که در کشور اروپایی اگر شما تقاضای پناهندگی کنین یا انگشت بدین باید تمام مراحل تقاضای شما در نظام کشور باید اجرا شود و در هر کشور دیگه اگر برین شما رو پس دیپورت میکنند در کشور اولی که شما وارد شدین، همون که انگشت دادین. و او در یونان از سال 2010 به تعلیق افتاده، البته لغو نشده و هر لحظه امکان فعال شدن ازی وجود داره، ولی لغو ازی هم یک تعداد فعالیت ها و یک تعداد تلاش هایی بود که از طرف ارگان های حقوق بشر، از طرف فعالین مدنی، از وطندارای خود ما انجام شد و بالاخره در سال بعد از طی نظامی فعالیت ها دادگاه حقوق بشر اروپا حکم را صادر کرد که به اساس از حکم کشورهای اروپایی حق ندارن مهاجرین به کشور اروپا یا پناهجویان به کشور یونان برگردانه ببخشین، چون یونان در یک شرایط سخت اجتماعی سیاسی و اقتصادی قرار داشت که یک بحران انسانی حکم فرما بود در اینجا که نظر به کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به پناهجویی نمیتونید شما پناهجویان در کشوری که دچار بحران انسانی است در اونجا برگردانید، چون دوباره جانشان شاید در خطر باشه. به خاطری به تعویق و به تعلیق افتاد، ولی
هر لحظه امکان داره فعال شوه و او لحظه زمانی است که دوباره دادگاه حقوق بشر اروپا تأیید کنه که یونان از شرایط بحرانی یا بحران انسانی بیرون شده و مهاجرین یا پناهجویان یا پناهندگان شرایط خوب زندگی را دارن و یونان دارای تمام اکمالات یا تمام پروسه های پناهندگی و مثلا از نظر پذیرش از هر نگاه، از نظر اسکان، از نظر غذا، از نظر حقوق مهاجرین، از این نگاه ها زمانی که به استاندارد اروپایی برسه در او صورت است که دادگاه اروپا محتمل حکم دوباره خواهد که لغو کرد و مهاجرین ما در او زمان دوباره دیپورده اینان خواهد شد. و اینمی پیوند خانوادگی یکی از ماده های اینزمی قانون دوبلین است و این چی میگه؟ و این رو میگه که هر پناهجو یا هر مهاجری که در یک کشور اروپایی زندگی میکنه، حالا به هر وضعیتی که زندگی میکنه، یا پناهجو است یا پناهنده است یا مهاجر است یا هر رقمی که است، در صورتی که یکی از اعضای درجه اول فامیلش در کشور دیگه اروپایی باشه، مثل پدر، مثل مادر، و در صورتی که خودش زیر سین باشه و یا خودش در اینج باشه و فامیل درجه اولی که در کشور دیگه است او زیر سین باشه، یعنی به سرپرست ضرورت داشته باشه، در او صورت اینا میتونست درخواست پیوند خانوادگی در هر کشوری اندمیک دو کشوری که هستن میتونن تقاضا کنن که در یک از کشورها اینا یک جایشان. ما به عنوان مثال بر شما بگم شاید بیشتر واضح شود. مثلا ما مثالی را که امروز باش مواجه شدم بر شما میگم. ما خانواده ای اینجا آمد که پدر و مادر است که با 3 فرزند است. امروز در دفتر ما مراجعه کردن و اینا پسر 15 سالشان در نروژ است. اینا رفتن اداره پناهندگی، اول شرایط از این که بتانی تقاضای پیوند خانوادگی کنی باید تقاضای پناهندگی کنی در اینان، تا که تقاضای پناهندگی نکدی نمیتانی تقاضای پیوند خانوادگی بکنی. با او خاطر اینا چندین ماه پیش ما اینا رو کمک کردیم، رفتن تقاضای پناهندگی شان دادن در اداره پناهندگی و در اونجا هم تمام اسناد و مدارکی که داره باید کسی که میخواد تقاضای پیوند خانوادگی بکنه تمام اسناد و مدارکی رو مبنی بر ازی که یکی از اعضای خانواده در کشورهای دیگه است و او را ثابت کنه و چی از اجازه اقامتش در او کشور، چی امو برگه تقاضای پناهندگی شانه باید تحویل بتن، آدرس، تلفن، معلومه که در کدام کشور، در کدام شاری از کشور اروپایی است، اینا رو باید تحویل بتن و اینا هم پروندهشان در اینجا تکمیل میتنم این پرونده تقاضای پناهندگی را و ایر میفرسته در کشور دیگه که اینا تقاضای پناهندگی کرده، در اونجا مراجع مسئول از او کشور، مراجع مهاجرت یا پناهندگی از او کشور و او فرد یا عضو خانوادگی که در اونجا است او را خبر میکنن، اطلاع میتن که آره یک تقاضا آمده، کسی میخواد پالوی تو بیایه، گفته مادرت است و از اون یک مصاحبه میگیره که آیا تو میخوای واقعا اینا بیایه، در صورتی که اونا هم قبول کنه که آره ما اعضای خانواده است و اینا رو میخوایم و اسناد و مدارک در اونجا هم باید تحویل بتن که آره ما ثابت کنن که اعضای خانواده است، در اون صورت باید یک کشور مکلف است که پیوند خانوادگی را باید انجام بدن. ولی شرایط از پیوند خانوادگی چی است؟ این خانواده عزیز که امروز در اینجا آمده بود، اینا پسرشان که دانان بود 15 سال است و کسایی که در اینجا است، پدر است، مادر است و اولاد و فرزندانش که در اینجا هستن، اینا همه زیر سن هستن، پس اینا مستحق پناهندگی هستن. کلی خانواده از اینجا با او پسرشان که 15 سال است در نروژ و استاستا انجام میشه این کار. ولی در صورتی که یکی از اعضای فامیل، مثلا اگر پسر از خانواده که فعلا در اینجا است فکر کنم 8 سال است، اگر پسر از خانواده بالای 18 سال باشه، در اون صورت بقیه خانواده حق پیوند خانوادگی داره، ولی او پسری که بالای سن شده یا او دختری که بالای سن شده، پس او مستحق پیوند خانوادگی نیست، چون او پروندهش جدا میشه و او خودش مستقل میشه، پس او
حق نداره که شامل پروسه پیوند خانوادگی شود. فقط در صورتی میتونه که اونا متقاضی پیوند خانوادگی باشه یا مستحق یا واجد شرایط پیوند خانوادگی باشه، در صورتی که از جمله گروپ های متضرر باشه، منایش احساسه که یا مثلا دچار امراضی باشه که دکتر بگویه که آره برای حالت صحی یا روحی روانی ازی ضرور است که باید پیش فامیلش باشه، در غیر از او شاید ضربه بخوره از نظر صحی، یا کسایی باشه که معیوب باشه، یا کسایی باشه که به یک نحوی ثابت شوه که به تنهایی نمیتونه در اینجا زندگی کنه با وجودی که بالای سن هم است، در صورت میتونه پیوند خانوادگی صورت بگیره. و در صورتی که مثلا پسری از اینا در یونان در نروژ که است، اگر اونا بالای 18 سال باشه هیچ عضو خانواده از این حق ندارن که تقاضای پیوند خانوادگی بکنن، مگر اینکه او عضو خانوادگی که در نروژ است اونجا او در شرایطی باشه که دکترها در اونجا نظر بدن که آره اینمی آدم که در نروژ است اگر پدر مادرش که فلان جایست اگر نه دوچار مشکل روحی روانی میشه و جانش در خطر است، در صورت مجبوره که پیوند خانوادگی باید صورت بگیره و اونا قبول کنه. و در شرایط یونان فعلا پیوند خانوادگی مربوط به مقامات یونانی یا اداره پناهندگی یونان نمیشه، یک چیز واقعیت است. اداره پناهندگی یونان فقط وظیفش است که تقاضای نظامی مهاجری نباید ثبت کنن، پرونده‌اش تشکیل بتن و بفرستن در کشور دیگه‌ای که نخواستن که پیوند خانوادگی صورت بگیرن. در حقیقت بعد از او مربوط به این میشه که آیا کشور دیگه قبول میکنه یا نمیکنه، آیا به چی سرعتی را قبول کنن، آیا چه قیر طال بتن، کلن مربوطی کشور دیگه میشه. به او خاطر میگم، به این خاطر میگم که عزیزای ما میاین بعض اوقات تلاش میکنن، زاری میکنن، گریه میکنن که آره بلیاز خدا میداره پناهندگی باید این کار ما رو پیش ببرن، در حالی که در دیست اداره پناهندگی نیست. بعض اوقات بعضی مشکلات به وجود میاد که اداره پناهندگی اینجا هم صحیح کار نمیکنن، شاید پرونده فراموش کنه یک جای بونه یا پرونده را دیر بفرسته، در صورت مشکل از ایناست. ولی یک دفعه که پرونده فرستاده شد در صورت دیگه مربوط از یونان نمیشه، مربوط اونجا میشه. به خاطر من میگم که عزیزای ما که واجد شرایط پیوند خانوادگی هستن باید امی عضو خانواده در کشورهای دیگه باید تلاش کنن، از طریق وکیل میشه هر رقم میشه که باید از اونجا پرونده را پیش ببرن تا مراجع زیرب در او کشورها زودتر پرونده را بررسی کنن و جواب باید بفرستن در مراجع یونانی و مراجع یونانی فورا تماس میگیره با اینجا با خانواده یا با عضو خانواده که بیاین آمادگی بگیرن برای پیوند خانوادگی. این طور رقم است. و یک مسئله دیگه بسیار مهم است که یک از خانواده عزیز آمده بود در اینجا از دست ناچاری و بدبختی چی کار کرده بود که رفته بود به یک وکیل شخصی و وکیلام نیه که کار غیر قانونی بکنن وکیلا، خب پیش وکیل که بری وکیل دیگه کاری نمیکنه، میگه خب ما میتونم پرونده است رو بررسی کنم ولی اینقدر پول ضرورت دارم. و او مانایش نیست که او هیچ وقت وکیل باشه، من میگه که من 100% کار تو رو اجرا میکنم یا زود پیش میبرم. او میگه آره ما چیز قانون گفته او رو پیش میبرم و هیچ کاری نمیتونن این وکیلا، هیچ کاری به جز اینکه پول شما ضایع میشه و هیچ گونه نفعی نداره وکیل شخصی گرفتن. پس لطفاً دست ای کارا نزنین که بجز اینکه پیسی خود از دست بدین دیگه کدام منفعتی بر شما نداره. ایناله خب پیوند خانوادگی چقدر وقت میگیره، یعنی برای چقدر مدت باید منتظر بشین تا جوابت بیاد تا این پیوند خانوادگی اجرا شه و تو بری بالای عضو خانوادگی یا اعضای خانواده با هم شون؟ این متاسفانه فرق میکنه نظر به فاکتورها و نظر به عوامل مختلف، این اغلبا تفاوت داره از کشور به کشور، از کیز به کیز اغلبا فرق میکنه. عامل اولی که زیاد روی ازی تاثیر مندازه ایست که عضو خانواده در کدام کشور اروپایی باشه. خب ما سون فعلا سر یونان بحث میکنیم، یونان را میفهمیم که در یونان هستیم، خب پس عضو دیگه خانواده در کدام کشور است و این کشور تا چه اندازه پروسه پناهندگیش فعال است و زود پیش میبره. مثلا جرمنی یک از کشورهایی است که پروسه پناهندگی را سرعت بخشیده
و او هم به خاطر اگر یاد شما باشد یک بحث رادیویی من بر شما گفتم چند هفته پیش بود که یک جلسه در اتریش در وین برگزار شد با اشتراک سران کشورهای بالکان، کشور یونان، کشور جرمنی و کشور ایتالیا بود و متاسفانه اونا شرکت نکردن و طی یک بحث مکمل یک روزه اینا تصمیم گرفت که باید سرعت ببخشه پروسه پناهندگی را. البته در این تصمیم گرفته شد مشخص که باید با دو کشور پاکستان و افغانستان مذاکره صورت بگیره و کسایی که جواب رد میگیره باید اینا رد مرز شود. البته قبل از کنفرانس بروکسل بود جلسه از اینا. پس در او زمان هم ما خبر داشتیم که توافقنامه با افغانستان امضا میشه و گفتم بودیم با بعضی مصاحبه‌های خود با تلویزیون طلوع و با رسانه های دیگه. پس در اونجا خصوصا آنجلا مرکل یا از جرمنی اونا رسما تعهد سپردن که اونا کوشش میکنن لااقل پروسه پیوند خانوادگی رو برای کسایی که مستحق پیوند خانوادگی هست اینا رو سرعت ببخشه و اینا زودتر پالی خانواده خود بیاره. به مو خاطر اخیرا یک تعهدات پیش آمده و کسایی که عضو خانوادهشان در جرمنی است بعضیا جوابایش آمده، ولی کشورهای دیگه تا جای دچار مشکل است. مثلا کسایی که و در کشور ناروی تقاضای پیوند خانوادگی کردن متاسفانه ماه هستن منتظر هستن، چون ناروی یک کشور هستن که هیچ تمایلی به پذیرش پناهجویان نداره و پذیرش پناهندگان نداره. به خاطر کوشش میکنن که مشکل ایجاد کنن، موانع ایجاد کنن از هر نگاه، یا وقت زیاد کنن یا نپذیرن یا اسناد بیشتر بخواین، کوشش میکنن به یک نحوی مانع ایجاد کنن، مشکل پیش میاد. ولی جرمنی مثلا فعلا بهتر است، سویدن هم تا جای خوب است، قبلنا که خیلی خوب بود 3 تا 6 ماه طول میکشید و فعلا بیشتر طول میکشه، ولی سویدن هم از کشورهایی است که تا جای روی تطبیق از این ماده دوبلین که پیوند خانوادگی است ایره کوشش میکنه به اجرا بگذاره. فینلند هم خوبتر است و این از پیوند خانوادگی. و چیزی که مهم است وطندارای ما ای که عضوی که در کشورای دیگه است باید دنبال ازی بگرده که پروسه پیوند خانوادگی را از اونجا روش فشار بیاره که زود انجام شود. دو، خانواده عزیز یا پناهجویان عزیزی که در یونان هستن اینا هیچ وقت دست در کارهای دیگه نزنن که برن وکیل بگیرن پول بتن این چیزا، چون هیچ تأثیری نداره بجز اینکه شما ضربه مالی بخورین، همچو چیزی وجود نداره. باید این کار را نکنیم. این دو مسئله را ما بر شما میگم. ما ببینیم که آقای تاسوس کدام موسیقی یا کدام آهنگ دیگر برای ما تهیه دیده، یعنی از اونجا لیست خودش تهیه کردم نمیفهمم که کدام آهنگ را خواهد ماند. گوش میکنیم آهنگ و دوباره میایم روی موضوع سوم برنامه. دوباره اینک رو شانه های پامیر بتکن، ستاره ها را که سحر شود فراگیر. وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر بتکن، ستاره ها را که سحر شود فراگیر. بتکن ستاره ها را که ستاره های این شهرم نیاد، گار زخمن همه یاد
یادگار زنجیرم، یادگار زخمم، همه یادگار زنجیر. امیدی روزی که تو را چنان ببینم که شبی چو بال طاووس به هزار رنگ تصویر، گل و گند و مشقایق به دمت ز دشت آید، ز بلند به شانه هایت شود آفتاب تقصیر. وطنم مباد و روزی که کسی ز غنچه هایت و فدا قطعش بیزد، ز غمت شود گل و گیر. وطنم مباد و روزی که کسی ز غنچه هایت و فدا قطعش بیزد، ز غمت شود گل و گیر. وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر، به تکان ستاره ها را که سحر شود فراگیر. وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر، به تکان ستاره ها را که سحر شود فراگیر. به تکان ستاره ها را که ستاره های این شهرم، یاد گار زخمم، همه یاد گار زنجیرم، یاد گار زخمم، همه یاد گار زنجیر. منم و امیدی روزی که تو را چنان ببینم که شبی چو بال طاووس به هزار رنگ تصویر، گل و گند و مشقایق به دمت ز دشت آید، ز بلند به شانه هایت شود آفتاب تقصیر. وطنم مباد و روزی که کسی ز غنچه هایت و فدا قطعش بیزد، ز غمت شود گل و گیر. وطنم مباد و روزی که کسی ز غنچه هایت و فدا قطعش بیزد، ز غمت شود گل و گیر. وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر، به تکان ستاره ها را که سحر شود فراگیر. وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر، به تکان ستاره ها را که سحر شود فراگیر. به تکان ستاره ها را که ستاره های این شهرم، یاد گار زخمم، همه یاد گار زنجیرم، یاد گار زخمم،
همه یاد گار زنجیر. سلام دوباره وطنداره عزیز، عجب آهنگی. وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر، بتکان ستاره ها را تا سحر شود فراگیر. آره سحر شود فراگیر، سحر بتکان. دوباره تاکید میکنم داو جان عزیز که بتکان ستاره ها را که ستاره های این شهر همه یادگار زخمن، همه یادگار زنجیر. ستاره هایی که بر پامیر و بر هندوکوش با اقتدار متاسفانه در چند دهه اخیر سالهای سال است که فقط شاهد زخم و شاهد زنجیر و شاهد خونریزی و شاهد هزار بدبختی دیگه است. به امیدی که روزی سحر واقعی فراگیر شود و شاهد ایهما بدبختی ها در وطن نباشه. خب قسمت سوم برنامه ما، گرچه من دوست داشتم که اختصاص بدم بیشتر با خطراتی که متوجه وطنداری عزیز ما میشه، افغانجویان عزیز ما میشه، چی در کمپا چی در یونان میاین و اونا را از خطرات آگاه کنیم و تایی که خدای نخواسته مورد سوء استفاده و زیانای دیگه قرار نگیرم. ولی متاسفانه وقت کم داریم و ما قسمت آخری برنامه را اختصاص میدیم با یکی از کمپایی که وطندارای ما در اونجا زندگی میکنه به نام ملاکاسا، تقریبا 20-25 کیلومتر از یونان از شهر آتن دور است. در یک وضعیت بسیار شرایط بسیار سخت است در این کمپ. خیمه است، تانوز هم وطندارای ما داخل خیمه زندگی میکنن که نگرانی زیاد وجود داره که هوا سرد شده. چی خواد شد؟ ما چند مدت پیش از این کمپ دیدار کردم، در اینجا رفته بودم و با هموطنهای ما در اینجا شیشتیم و گپ زدیم از مشکلاتشان و بعد از او هم با مقامات یونانی و اروپایی ملاقات داشتیم تا از شرایط واقعی که حکم فرماست در این کمپا اونا را مقامات مسئول مطلع کنیم. متاسفانه بسیار صحنه‌ای وحشتناک بود. بسیار شرایط زندگی یک شرایطی است که مطابق و چه رقم بگویم، هر لغتی را که استفاده کنم شاید مناسب نباشه، شرایطی که نباید در کشور یا کشور اروپایی باشه، در یونان باشه هم شرایطی، ولی متاسفانه در یک شرایط زندگی میکنن که حتی بدتر از کمپایی است که در پشاور برای مهاجرین افغانی است، بدتر از کمپایی است که در کشورهای دیگه مثل ترکیه یا مثل بدتر از او میباشن. و ما در اونجا با یکی از خواهرای ما که در اونجا زندگی میکرد مصاحبه کردیم و صدای زورم ثبت کردم و امروز صدای زور بر شما میمانم و میخواییم شما از واقعیتهایی که از پی ببرین و امیدوارم فراموش نکنین این وطنهای ما را و هر چیزی که از دست شما میایه، خصوصا خانواده شما، فامیل شما، دوستای شما، گده کمپاس دستشان را بگیرین. و چیزی که یادم آمد، ما باید تشکر کنم از خانم هیله حنیف، یک هموطن ما که از آمریکا در اینجا آمده بود و مدت یک ماه در اینجا بود، تمام کمپا دیدار کرد و یکه یکه در شفاخانه ها بالای مریضا میرفت، با اونا احساس همکاری میکرد، حتی کمک مالی کردن و ایشان حتی زمانی که کوشش کرد یک کمک جمع کنه از آمریکا و بعضی خانواده ها را کمک مالی کردن و همچنان در آخرم یک مقدار پولی که مانده بود و او رم به حساب بانکی مجمع یونانی پناهندگان یا امی ارگانی که ما در اساس هستم در این شماره حساب ریختن تا ای که از طریق از ما بتانیم موارد بسیار حاد کمک کنیم و کوشش کردیم برای هموطنهای ما که در کمپای دور به سر میبرن و اینا زمانی که
وقت دارن پیش در شفاخانه ها، پیش دکترها. ما خانمایی داریم که حامل هستن، خانمایی داریم که بسیار در شرایط سخت صحی به سر میبرن، روحی شخص شرایط سخت روحی روانی به سر میبرن و اینا زمانی که میخواین پیش دکتر برن متاسفانه هزینه رفت آمد ندارن، چون بیرون از شهر هستن، شاید یک رفت آمدش نزدیک 10 یورو شود. ما اینمی هزینه را اختصاص دادیم برای از گروه متضرری از هموطنهای ما که ضرورت مبرم به کمک های بهداشتی و صحی دارن و ازشان واقعا تشکر میکنم. و همین طرق هم خواهش میکنم از تمام هموطنهای ما که در هر جای دنیا که هستن، اگر دستشان میرسن، خب اگر میتونن در این جمعی کمک رو بکنن. من میفهم که وطندارای ما در کشورهای دیگه هنوزم شایدش از این شاید سختتر باشه، یا در ایران یا در پاکستان یا در ترکیه، ولی این جمع شرایطش بهتر از او کشورها نیست. و اولی هم از صدای از این خواهر ما رو من میمانیم شما گوش کنیم. مدت 5 ماه میشه در کشور یونان آمدیم، در مشار آتن ما رو در یکی از کمپای کمپ نظامی است اینجا جای به جای کده. منطقهش بسیار وضعیتش خراب است، جنگل است، جنگلی که تماما اشرایی که خزنده اشره داره، از طرف روز بسیار هوا گرم میبوشه، از طرف شب بسیار هوا سرد است، تماما طفلا مریض شده، خانما مریض است. چرا خانه است دیدین؟ خانه شما فقط خیمه است، خیمه است که مکمل خیمه است، اصلا خانه هیچ وجود نداره. دوچار مشکل اقتصادی رو اینجا هستیم. وضعیت ماه مبارک رمضان است، بسیار گرمی بی حد است، طفلای ما کل مریض است. امروز 40 درجه سانتیگراد، دیروز 43 درجه سانتیگراد. بله بله، اما بسیار گرم است، دوچار مشکل زیادی مردم دوچار مشکل است. به یک حالتی هستیم که ببینین ششتیم او سر ما چپه میشه میگه از گرمی زیاد. خب این چطور دکتر مکتر چیزی هست بیاش؟ اصلا نه، اصلا نه دکتر است، نه کدام مکتب است، نه کدام اینی یک مصروفیت عطا نیست برای خانم ها. رفتار از مسئولین کم چه رقم است؟ چه جا خوب است؟ نه بد است، بد. نه اصلا رفتار نیکی ندارن با مردم. کسی هم نیست که بهش سوال کنه مشکلات شما؟ نه نه اصلا خدای نخواسته. اینه میگه یک کس که بمره میگه باشه که دکتر میه، 3 روز بعد اگر دکتر برش بیایه یا نبیایه. این خانم متمدی هست، خونریزی داشت، دوگانه طفل داره داشت. وقتی که برش میگم که مریض تکلیف داره، خارا برش میگه برو که وقتی که خوب مریض شدی مثلا تکلیفت زیاد شد به حساب خانما. خارا بهش میگه؟ خارا رئیس کمپ ملکاسا. بعد از اون میگه خارا، بعد از اون میگه ما مظاهره کردیم و پس نشد. بسیار انسان است که بر ما گرم میته، مثلا جوس بر اولادای ما نمیته، چون هوا بسیار گرم است. دکتر از وجه کلینیک جواب داد، هیچ بر ما کمک نیست، اصلا کس هیچ نمیگه که دمیجه کسی هست نیست. ژورنالیست ها داخل کم نیمانه، میگه باید از یا کمک های مردمی رو نیمانه قید میکنه. اونجا یک چایخانه داریم، او چایخانه که از مسیح اسپانیایی لیمر است، لیمر است، او را میخواه بسته کنه، یک اونه اونجا بر ما چای میده بسته میکنه. او را بر ما هیچ سهولت نیست. غذایش چی رقمه؟ چی غذا میتده؟ هر روز بر ما کچولو میتده. چند غذای اونجا پوپنک زده؟ کچولو لغت کده، هر رقم کچولو. نان خوب استن ایج نداریم، خلان برا در پسش آب یخ نداریم. ماه رمضان از گرما میمونده 43، مثلا 40. هیچ کدام تغییرات به خاطر ماه مبارک رمضان؟ نه اصلا نه، اصلا هیچ تغییرات نداریم. هنوز کم شده زیاد نه. قبلا 3 وقت بر ما نان میداد، حالا از روز که ماه مبارک رمضان آمده 2 وقت شده. 2 وقت چی که فقط اونم شام بر ما نان شب و صبح و چاشت و پس شب بر ما اونم یک وقت میده. یک وقت این نان خوب نیست میداد. شیر میداد، اون شیر ما ماست باید یک انرژی میگیرتیم. حالا اصلا اونو میگو بر کفلا میتیم، بر کلانا. چرا کلانا رو هم ضرورت داره دیگه؟ یک باز خود الاخر اگه مای روزن هم بستیم و بر ما میداد تو نشیر یا بر کفلا میداد. حالا از وقت که یه هم صدای خوار ما بود، یکی از کمپا به نام ملکس ها. زمانی که ما اونجا رفتیم ماه رمضان بود، هوا عموم روز اتفاقا 40 درجه سانتیگراد بود و ایره به خاطر که نتونستیم که روزای قبلی و به نشر برسنیم، ولی این صدایی بود که ما ثبت کرده بودیم و دوباره ازشان مستند تهیه کردیم و با ملاقات هایی که با سازمان ملل داشتیم، مراجع اروپایی با اینجا اینا ویدیو بود و ما کوشش میکردیم واقعیت ها رو در گوش از اونا برسنیم. شرایط عالم بهتر نیست، هنوزم بدتر شده. شما فکر کنین در او زمان هوا گرم بود و حال فعلا هوا سرد شده. در او هوای گرم
مردم اوی سرد نداشته 40 درجه سانتیگراد و او را مترخم که بیرون میماندی جوش میماند. چی کار میکردن این وطن داره ما؟ او را میگرفت تقریبا یک متر زمین میکند اونجا چا میکد بوتلای اوک تا یک کم سرد باشه. بعد از او که یک روز در اونجا میماند بعد از او بیرون میکد که از او سر بچه های خود منداخت یا از او میخورد. شاید بشار سختی که واقعا که حتی تعریفش بر ما سخت است و به مخاطر ما از تمام از کمپا امید تو یک مصاحبه را تهیه کردم و چی از عالم تهیه کردم و کم کم ما اینا را بر شما میمانم از واقعیت هایی که شما با خبر شوید. واقعا یک کمپی خطرناک است. ژورنالیست ها و کسایی که بخواید خبر تهیه کنن نمیمانه داخل بره، ولی خوشبختانه دما گفته نمیتونه که نما میتونیم اجازه رو زودتر بگیریم بریم به داخل با مردم گپ بزنیم و بایدم از این فرصت خود استفاده کنیم، صدای از مردم بیرون برسانیم و از طرف دیگه مسئولیت هم داریم ما در قبال از شرایطی که است و کوشش میکنیم مسئولیت ملی، دینی، وطنی، انسانی خود در قبال وطندارای خود کوشش میکنیم ادا کنیم. معلوم است که از دست مام چیزی نمیاید. چی کنیم؟ ما مجبور هستم برنامه رو امروز اینجا به پایان برسانم به خاطر که وقت کم مانده، برنامه دیگه شروع میشه. هنوز هم هر روز ما برنامه دیگر را کمش میگیرم، حقشان ضایع میکنم. خب میفهمن اینا، میفهمن که به خاطر چی برنامه دارم، پس اینا لیاز ما را دارن. در روز بعدی ما کوشش میکنیم خطراتی که مردم ما را تهدید میکنه در این کمپا روی زو بحث کنیم. خطراتی مانند چی چیزا رو باید احتیاط کنن از نظر فرهنگی، چی چیزا رو احتیاط کنن از نظر ازی که دوچار دامای قاچاقبران شون که پول مول خود از دست ندن. یک مزل بزرگ است که هفته پیش ما چندین خانواده داشتیم که نزدیک 20 چند هزار یورو را اینا کدام ازشان گرفته بود به بهانه ازی که ما شما رو میرسانیم که شورای دیگر اینا گم شده بود. روی ازی بحث میکنیم و اگر وقتم ماند ما کوشش میکنیم روی مسئله دیگه ای که کسایی که فعلا از ترکیه میایه و در اینجا و بدون از اینکه اینا در کدام جای ثبت نام شوند، آیا مشکل از اینا چی میشه؟ آیا چی فرصت های برای اینا، چی امکاناتی برای اینا موجود است؟ چی رای چاره برای اینا موجود است روی ازی؟ و باز اون مسائل افغانستان و اتحادیه اروپا و افغانستان و توافق نامه‌ش. و همچنان کوشش میکنیم که با دوست بسیار عزیز ما آقای زکی خلیل هفته دیگه یک مصاحبه داشته باشیم که اونا ما را شرایط نه تنها سویدن بلکه کشورهای دیگه ما را آگاه کنن که چی چیزایی صورت گرفته و امروز هم ما نتونستیم مصاحبه کنیم و امروز من خودم از میدان نوایی مستقیما اینجا اومدم. اگر سوال کنین من در یک کنفرانس روز دو روزه در شهر دیگه دعوت شده بودم و همونطور که صبح که پرواز داشتم اومدم مستقیم در اینجا، پس اصلا همانگی نتونستم مصاحبه را، پس از برنامه دیگه ما شروع میکنم. خدا حافظ، خدا یار و مددگار شما تا هفته بعد. چادر مرا پنهان ندارم، نمایی رو مرا آریان ندارم. سیاه چادر مرا